رئیس جمهور غنی به اشاره به طرحی که زلمه خلیزاد برای صلح افغانستان با سیاستگران مطری کشور شریک ساخته بر پیروی از قانون اساسی تاکید می‌ورزد و می‌گوید که تنها راه انتقال قدرت انتخابات است او میگوید که در این باره هیچ معامله پذیرفتنی نیست آقای غنی که در مراسم افتتاح سال سوم دور هفدهم شورای ملی صحبت میکرد میگوید که هیچ تصمیم به تایید مردم افغانستان گرفته نمی شود از سوی دیگر رئیس مجلس نمایندگان از طالبان میخواهد که از متر ساختن طرحهای غیرعملی خودداری کنند و برای یک صلح پایهدار از خودشان انعطاف نشان دهند یک نسخه پیشنویس توافقنامه صلح افغانستان که در این اواخر با سیاستگران مطرح کشور شریک شده به و نیوز رسیده این پیشنویس دارای سه بخش زیل است اصول رهنمودی برای آینده افغانستان حکومت انتقالی و نقش راه سیاسی و آتش بس همیشگی در این پیشنویس آمده است که پس از پایان حکومت انتقالی زعیم آینده افغانستان بر بنیاد انتخابات برگزیده خواهد شد در بخش اول رهنمودی برای آینده افغانستان آمده است که دین رسمی کشور اسلام است همه شهروندان افغانستان دارای مسئولیت خواهند بود و افغانستان خانه مشترک همه اقام و مذاهب این کشور است بیشتر صحبت می کنیم در مورد همین طرح و اینکه چقدر مورد پذیرش قرار خواهد گرفت با مهمانانم عبدالودود ثابت مشاور رئیس جمهور غنی که در استودیو با ما هستن همچنان عبدالستار حسینی عضو کمیته صلح مجلس نمایندگان و ویس ناصری آگاه روابط بین الملل مهمانان عزیز به برنامه ما خوش آمدید درست به شما برمیگردیم آقای ناصری دید شما در رابطه با این طرح را که آقای خلزاد آورده چی هست فکر میکنین چقدر این طرح میتونه قابل پذیرش باشه و تاکید امریکا بر تطبیقش چقدر بوده میتونم با عرض سلام ادب و اظهار سپاس و امتنان خانم دانش گرامی از محبت و دعوت شما سلام به همکاران گرامی تکنیکی شما سلام به میمانان گرامی شما آقای ثابت و آقای حسینی و سلام به بیننده های بسیار عزیز ترونیو در سرتاسر سر جهان هر وقت زمانی که برنامه را بینند. طرح آقای خلیلزاد طرح خلیلزاد نیست طرح حکومت جدید امریکا هست اونا بعد از یک بررسی بسیار فشرده و بررسی بسیار عمیق اوزای افغانستان به این تصمیم رسیدن که باید یک برگشت به سال 2001 نماین و قسم که آقای جیمز ستابنز کسی که به حساب کنفرانس بن رقم زد و می تحولات افغانستان رهبری که دست طرف امریکا در کتاب پس از طالبان می نویسه که ما نقش ملل متحد بسیار برازنده ساختیم به خاطر از که تا ایت و اگزینیت ایجاد نشه که همه چیز امریکا به دست خود می گیره وقتی که روسا خوان تشکیل و حکومت انتقالی و موقت میشن که آقای زمیر کابلو هفته گذشته گفت وقتی کشورهای منطقه به این نتیجه می وقتی ترکیه حاضر میشه که بن دوم بازی کنه و یک قدرت منطقوی از و می همه در میوار این مسئله جمع کنه تصمیم منطقوی و جهانی و همی است که در میواریت سازمان ملل متحد برای خاتمه جنگ افغانستان و بران افغانستان باید یک تصمیم گرفته شد و یک تصمیم بسیار خردمندانه هست بعد از اینقدر جنگ و کشتار و وحشت و دهشت که هر دو طرف نمیتونن از طریق جنگ پیروش شوند نه امریکا تانست که با اهداف نظامی خود برسه و نه دولت افغانستان بدون حمایت خارجی و تا ناتو و امریکا تواند که چند هفته و چند ماه سرپاستا شود باید یک رای حل سیاسی پیدا شود طالب هم قادر به حاکمیت کامل افغانستان و گرفتن افغانستان به شکل امارت اسلامی آقای ناصلی. خود نیست آقای حسین اشاره کردن که ترهای بیرونی نمیتونه موفق باشد که بتواند صلح را بیاره و این مردم افغانستان هستند که باید تصمیم بگیرن طرح ایجاد کنن و نظر بتن حالا از دید شما آیا ایالات متحده امریکا یا حکومت آقای بایدن مشوره های حکومت افغانستان مردم افغانستان را مد نظر خواهد گرفت خاصا از اونها را مد نظر گرفت یا فکر میکنین تاکید بر همین طرح یا پیشنویس هست که آقای خلزاد با خود آورده؟ متاسفانه افغانستان کشور غریب و کشور یا ناتوانی هست حداقل امی حسینی سیب که دمی شورای ملی نشسته به طرح خارجی ها بود که در 2001 رقم زدن که افغانستان یک نظام بیایه حکومت بیایه و حکومت انتقالی آمد حکومت موقت آمد حکومت انتخابی آمد شورا ساخته شد پارلمان ساخته شد احزاب سیاسی رشد یافت و جامعه مدنی و امی آزادی مطبوعات که امروز ما شما با او صحبت میکنیم کلش طرحهای خارجی است از کودتای هفت سور به این طرف خارجی ها هستند که سرنوشت افغانستان به دست دارند متاسفانه در تمام چل چل دو سال گذشته همه ترها ترهای خارجی ها سرمایه سرمایه بیگانه هست پول پول بیگانه هست حمایت ها از طرف بیگانه ها میشه قوای نظامی ما شما چهار میلیارد سالانه کمک نگیره یک روز هم نمیتونه مقاومت کنند متاسفانه اگر شورای ملی پول از بیرون برشان نبه نمیتونه ماشای خود بگیرن نه دولت افغانستان اگر امریکا نمیخواست آقای کرزی به قدرت نمیرسید آقای غنی به قدرت نمیرسید اگر در روز انتخابات نتیجه انتخابات آقای خلیلزاد به سپیدار میرفت باز غنی رئیس جمهور نمی بود تمام طرح از بیگانه هست همه پلان ها بیگانه است امروز هم تصمیم وقتی یعنی آینده هم خواهد بود آقای صد درصد، صد، درصد در صد شما قدر وابسته هستین با هر نگاه، متاسفانه در بون ما در کنفرانس بون حضور داشتم در کجا نماینده های مردم افغانستان در بون بود که همین تصمیم ما گرفتن که نظام دموکراتیک و بیا و کرزای بیای و شورا باشه و پارلمان باشه در اون جا هم خارجی ها تصمیم گرفتن چهار تا افغان جمع کرده بودن در آینده هم, هم می کار در شما مطمئن باشید که وقتی اگه ما جهان تصمیم می ملل متحد رهبری کنه در کنفرانسی که دایر دا اولین کسی که در شورا اشتراک کنه آقای رحمانی است اولین کسی که در قطر بره در انقره بره دکتر عبدالله شورای امی مصالحه ملی هست تمام سیاسیون هزار می پاشن و فقط غریب مانند نجیب واره تنها میمانه یا به ملل متحد پناه میبره و یا کشته میشه هیچ امکان نداره که در که گرفته شه اولین چیزی که غنی اگر مقاومت کنه کودتایی است که در داخل خود دولت صورت میگیره شاید کودتای نظامی صورت بگیره اینا نمیتونن مقاومت کنن ممنون آقای ناصری از دید شما نهادهای داخلی مثلا آنچه آقای حسینی گفتن کمیته سال هم مجلس نمایندگان یا هم شورای عالی مصالحه ملی یا هم حکومت افغانستان طرحهایی را میتونند داشته باشند که مورد قبول امریکا هم قرار بگیره؟ <applause> یک نهاد باید اینا تر داشته باشند باید نظر داشته باشند باید برداشت داشته باشند یک بررسی عمیق از اوضاع کنن فقط ادامی حضور از اینا در یک مقام یا چوکی یا شورا یا پارلمان یا شورای عالی مصالحه یا دولت و هرک نباید به حساب مو هدف نهایی از اینا باشه اینا باید بر خدمت بر افغانستان فکر کنن اگر یک روز بیشتر جنگ ختم میشه و مردم افغانستان از این حالت مصیبتی که امروز با او دست و گریبان هستن خاتمه پیدا میکنه بر از او باید قربانی داده شود هم آقای غنی باید حاضر باشه هم دکتر عبدالله دیرو صحبت های تند و آتشین و انقلابی آقای غنی را در پارلمان شنیدیم و امروز صحبت های آقای دکتر عبدالله را چند لحظه پیش از تلو نیوز ما که تفاوتش زمین و زمان بود آقای دکتر عبدالله برای مسامحه و برای مفاهمه و برای گفتمان و بر رفتن به یک, گفتمان سیاسی ملی و بین المللی حاضر است و گفت که باید هر طرح در مقابلش حساسیت نشان ندیم نشیم حق خود را یعنی زیر احساسات خود زیر حق خود بیاریم اول فکر کنیم باز حرف بزنیم حرفای دکتر عبدالله کاملا با آدرس آقای غنی بود که احساساتی بشه به خاطر رفتن از قدرت آقای غنی یک روز شعار میداد که ما قهرمان سال هستم روز دیگه داد که من سال به حساب رهبری کردم و من ایجاد کردم در حالی که از چوکی خود تیر میشم از سر خود تیر میشم از جان خود تیر میشم ولی امروز از چوکی خود آدم باید بگذره آقای حسینی قسمی که میگن باید شورای ملی طرح داشته باشه ولی متاسفانه شورای ملی اعتماد خود پیش ملت افغانستان از دست داده او حرفای انقلابی را که آقای رحمانی در چند هفته پیشتر گفت و حتی طرح حکومت موقت اعلان کرد که یک طرح آمده برای ما که بسیار جالب است و ایز با ما خود ما مستقیم خواهیم با دید مذاکره شامل شه ما را کنار گذاشتن انقلابی انقلابی حرفا زده و همگی دست بالا کردن روز دیدیم که همگی از چیزها برگشتن و این چیزی که گفته میشه که شورای ملی متاسفانه شورای ملی بسیار اکثر شدید نشان می ولی بعدا در حقه پرده چیزهای صورت می که دفتا 180 درجه اینا تغییر میکنن و از موقف خود می امی وزیرایی را که اینا رای دادن شما شاید بوده نمی فشاری را که با دولت اینا بر حکومت بیاد می آوردن متاسفانه شورای ملی خودش سوال داره مشکل داره و همچون نادهای دیگه ولی به هر صورت در مجموع دولت افغانستان یک طرف موضوع جنگ افغانستان است در مجموع و طالب ها یک طرف جنگ هستند و ملت افغانستان هم در میان از دو نیرو به حساب حضور دارند متاسفانه از ملت افغانستان هیچ کدام از اینا نمایندگی نمی کنن. شما شاهد هستین که وقتی که در تلویزیون انعکاس خانم ها مورد هجوم قرار گرفت امروز اعلان شد که تلویزیون انکاس تمام کارگران خانم خود به حساب در امید دولت دموکراسی و حکومت که از از و از, از مردم سالاری حرف میزند در مابین جلال آباد دیگه گفتند که به کار نبیایید اینا قماندان همنی ناکام کابل به جلال فرستادن همو ترور و تروریسم کابل به جلال فرستادن و آقای جمعگل همت در اوج ببینید استوار است ناصری فکر میکنین یعنی میگن عملکرد های حکومت در چنین شرایط مناسب با اوزان نیست از دید شما مسئول درجه یک و مسئول هزار فیصده جان و همیت و ثبات مردم افغانستان دولت است و این دولت ناکامترین دولت در طول صد سال گذشته افغانستان است دولت میگم نمیگم حکومت همین دولت در سه هرگان خود ناکامترین هستند و متاسفانه اینا در برگرده های ملت سوار هستند و اینا به ای ادامه از این کار خود باعث ادامه جنگ، کشتار، خشونت و بربادی افغانستان میشن امروز تلویزیون و نکاس بسته شاید سبا تلویزیون رو بسته متاسفانه بعد بدبختانه حکومت قادر به ابز هیچ چیز در افغانستان نیست به جز ابز جان خود امنیت خود امو زیری های خود و پول و دوزی هایی که اینا می کنند متاسفانه شما آقای... گزارش های سیگار بخوان شرمنده هست که سیگار چی بگه دوزی هایی که در افغانستان صورت میگیره آقای ثابت آقای ناصری از دید شما حالا طرح یا پیشنویسی که ارائه شده که حکومت انتقالی رو در بر میگیره یا هم کنار رفتن آقای غنی مطرح است فکر میکنین که این میتونه مشکل افغانستان رو حل بکنه این میتونه باعث صلح بر افغانستان شوه ببینین من در زمین مسائلی که مسائل سیاسی و گپاست شاگرد تاریخ هم هستم من مطالعه تاریخی دارم و علاقه به تاریخ دارم در زمان که ما مثال تاریخی فقط میتم یک برادر 17 سال صدرازم افغانستان بود به نامش سردار محمد هاشم خان بود استبداد و دیکتاتوری را که هاشم خان در افغانستان حاکم ساخته بود یعنی تا به امروز تاریخ از او یاد, میکنه با کنار رفتن یا کنار گذاشتن آقای هاشم خان که مجبور ساخته شاه که باید کنار بره و با یک دوره جدید و یک تحول جدید در افغانستان بیایه برادر شامامود خان وقت سردار شامامود خان صدراعظم میشه دهی اول دموکراسی افغانستان میایه یعنی امو یک دوره اول دموکراسی افغانستان در زمان شاهی در زمان شاه محمود خان میه که مطبوعات آزاد میشه اعضا فعالیت ها شورا پارلمان و بهترین دوره شورای ملی افغانستان دوره 7 و در زمان شاه محمود خان میه در حال که دو برادر بود سردار بودند و جز امویت نظام بودند من میگم که آقای غنی با این استبداد دیکتاتوری انحصار و خودخواهی که داره که تا با اعضای نزدیک امو تیم خود هم وفادار نمون با جنرال دوستم وفادار نمون با هیچ کس وفادار نمان متاسفانه و با هیچ متحد سیاسی خود آقای غنی متحد... نمون. ای این استبداد فکر و رای و انحصار و این خودخواهی که امو فرن پالیسی دومو پیشتر یک گزارش نوشته کرد که شما اول غم غنی را بخورین اول غم غنیتان را بخورین و در اونجا نوشته بود که غنی قدر متکی به حمدالله محب و امرالله س... صالح و آقای محب شده که غیر از دو یا سه نفر دیگه هیچ کسی نداره ما با احترام بسیار عمیق با آقای ثابت که در این میز که ما شامل هستن ما میگم که مشاورین آقای غنی شما به من نشان بدین که شخصیه اکادمیک و ملی باشه که آقای غنی را مشوره درست بده آقای غنی در پکتیکا میره میگه همه افغانستان آباد کردم فقط پکتیکا مانده آقای غنی میگه من قهرمان سال هستم در حالی که امروز کل ملت میدانند که آقای غنی متاسفانه عامل عمدی جنگ است امروز متاسفانه امی شورای ملی سه سال انتخابات شورای ملی در زمان غنی به تعویق افتاد سه سال بعد وقت انتخابات شد اعضای کمیسیون انتخابات بیچاره همیشان به زندان رفتن به خاطر تقلب بزرگ ولی نتیجه از تقلب چی است؟ شورای ملی است که امروز غنی تصامی مزور قبول نداره. اونا وزرا را رد صلاحیت میکنن و او وزرا به حیث سرپرست باقی میماند. رئیس بانک مرکزی باقی میماند. کسی که از روی کاغذ ورق خوانده نمیتونه او وایس وزیر است از برای خدا 21 وزیر معرفی کرد شما ببینید وزیر داخلی شما آیا اکادمیک است آیا وزیر خارجه یک شخصیت دیپلماتیک است آیا وزیر دفاع ما شما که حال مریض است بیچاره یک عسکر نظامی یک یک آکادمی نظامی درس خوانده آیا وزیر تجارت ما واقعا در تجارت میفهم آیا وزیر معرف ما واقعا شایستگی معرف افغانستان داره خانم امیده سنگین یا دیگیش،, یا دیگیش یا دیگیش خانم دانش ای افغانستان توسط یک باند مافیا حکومت میشه و به این ترتیب ادامی از این هر روز کشتار است هر روز از بین رفتن جورنالیست ها هست مطبوعات ما تعدید میشه رسانه های ما امروز ببینین که آقای یوسف رشید کی کشت چرا قاتل یوسف رشید معلوم نمیشه چرا قاتل یمای سیاوش معرفی نمی چرا اینا ترور و تروریسم در داخل دولت است معرفی نمی چرا همین ژورنالیست هایی که در جلال کشته شد نمیگن که ملاله میوند کی کشت متاسفانه بدبختانه کسی را که در حکومت فاسد و ناکام است از یک ولایت به دیگر ولایت میفرستند افغانستان در یک مافیای دو سی صد نفره محصول شده و این حکومت ایات از این حکومت باعث بربادی افغانستان است نمیتونیم که بگویم که غنی میتونه ادامه بده و افغانستان در تحت حاکمیت از این انتخابات صورت بگیره هیچ امکان نداره که کسی قبول کنه که حکومت را که خودش انتخابات 2004 فاسدترین انتخابات بود ولی کسایی که دو انتخابات بدنام بود ببینید کجاست امروز امرخیل والی ورشد در ولایت ننگرهار و مشاور ارشد رئیس جمهور دو ماش میگیره یک نفر چرا چرا همین آقای نادر نادری امروز در پارلمان نشسته بود دیروز آقای نادری باید مابین دبی مابین قطر باید بشینه همین اداره امور چرا به دست کسایی دادن که هیچ نمیتونن اداره کنن یا ارگان های یا ارگان هایی را که در داخل می میسازن آقای نادری رو باید از این اداره که رئیس خدمات ملکی بود باید برطرف میکردن میبردن میگفتن تو عیت مذاکره کننده هستی یا دولتی باش یا در هیئت مذاکره کننده باش چرا افغانستان محصور به چهار داره امی باجا و خسرو برها شده چرا آقای رحیمی همه کاری افغانستان باشه چرا ممنوند. آقای نادری همه کارا باشه ممنون چرا پاسخ شما و آقای ناصری در حدود ده ثانیه خیلی کوتاه رای حل از دید شما چیست؟ گذشتن اگر حرف حسینی سه تایید میکنند گذاشتن از خود های خود و قربانی بر ملت افغانستان منافع ملی را به منافع شخصی ترجیح دادن بسیار تشکر از شما ممنون از حضور همه ای شما ها در برنامه با.